سازمان بین الملل مهاجرت در نمرود به مهاجران اخراج شده از ایران کمک توزیع کرد. مسئولان محلی طالبان در ولایت نمرود میگویند که بیش از 3000 مهاجر اخراج شده و داوطلب که از ایران مساعدت صورت گرفته است. مسئولان در ریاست امور مهاجرین طالبان در ولایت نمرود به روزنامه اشتوب میگویند که به 3245 تن از افراد آسیب پذیر توسط سازمان ملل مهاجرت کمک توزیع شده است. این تعداد افزوده است که این تعداد افراد اشیاء و مساعدات نقدی صورت گرفته و همچنان به خانواده های مذکور مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده است. طالبان لاین برق کابل در شهر پل خمری با مشکل مواجه شده است. در بلا مجاهد سخنگوی طالبان گفتند لاین برق کابل در شهر بلخانی مرکز ولایت بغلان با مشکل شارتی مواجه شده، اما تیم کاری شرکت برشن به محل رسیده و این لاین به زودی ترمیم خواهد شد. مجاهد با نشر تویت این مطلب را نوشته. در همین حال شرکت برشن تحت مدیر طالبان این نوشته است که برق قدرت 220 کیلووات بلخانی کابل سرعت اون را به دلیل نقل فنی قطع شده است. این شرکت افزوده است که تیم های تخنیکی به محل رسیده در حالی است که شما اونو باشند کانون شرکت کابل از خودش دارن برق در این شهر خبر دادن. و در پایان کابل از نجاست دوها در مورد افغانستان توقع زیاد نداریم. نماینده ویژه روسی در امور افغانستان گفته است از برگزاری نشست دوها در مورد افغانستان توقع زیاد نداریم. زمین کابل نماینده ویژه روسی در امور افغانستان با خبرگزاری تاس گفته است ما هیچ توقع زیاد نداریم، زیرا آن و آنتون گوترش دبیر کل سازمان ملل تلاش کرده ایجاد کرده دو از بین روی کردهای کشورهای منطقه روی کردهای غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا باشد که به سختی بتواند انجام دهد. او افزوده است ما خواهیم دید حداقل یک گفتگوی سریع انجام خواهد داد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر الله نگهدار.